مدیا کده مرجع کامل کتاب های دنیا بوکلایت کتاب قانون پنج ثانیه اثر مل رابینز گذر از شک و تردید و رسیدن به تعالی با مطالعه این کتاب می‌آموزید چگونه به کمک قانون پنج ثانیه زندگی، کار و اعتماد به نفستان را متحول کنید. همه ما در بسیاری از لحظات زندگی شک به دلمان راه پیدا می کند و دچار ترس استراب یا اهمال کاری می شویم. به خود می گوییم همه چیز خوب است و نیازی به تغییر نداریم. زندگی موهبتی است که تنها یک بار در اختیارمان قرار گرفته است و با این حال به راحتی به یک زندگی معمولی تن می دهیم و غیر شکوفایی گوهر وجودیمان را می زنیم و همه اینها تنها یک دلیل دارد مغز ما به گونه ای عمل می کند که بقایمان را حفظ کند و ما را از خطر دور نگه دارد. تغییر یعنی رویارویی با چیزی جدید، ترسناک و نامطمئن و چنین چیزی به مزاج مغزمان خوش نمی آید. به همین خاطر به محض اینکه ایده ای برای تغییر به ذهنمان خطور می کند، مغز دست به کار می شود تا با ترفندهای گوناگون ما را از کاری که می خواهیم انجام دهیم منصرف کند. بنابراین اگر میخواهیم واقعا کاری را به سمر برسانیم باید پیش از آنکه که مغزمان فرصت بهانه جویی پیدا کند دست به کار شویم و این یعنی به محض اینکه فکری به ذهنمان میرسد آن را عملی کنیم در واقع ما باید از مغزمان سریعتر عمل کنیم در این بوکلایت خواهیم گفت که چگونه کاری به سادگی شمردن از 5 تا یک میتواند به شما کمک کند تا کنترل ذهنتان را به دست گیرید شهامت درونیتان را باز یابید و زندگیتان را متحول کنید. در این بوکلایت به این پرسش ها پاسخ داده می شود. 1. چگونه می توانید به کمک قانون پنج ثانیه از نگرانی هایتان بکاهید؟ دو. چگونه پرتاب یک موشک سبب شکلگیری قانون پنج ثانیه شد؟ و سه. چگونه می توانید احمال کاری را کنار بگذارید؟ بوکلایت شماره یک شکلگیری قانون پنج ثانیه مل رابینز نویسنده ی کتاب قانون پنج ثانیه اکنون مجری تلویزیون سخنران انگیزشی و نویسنده موفقی است که توانسته است به افراد زیادی کمک کند تا زندگیشان را دگرگون سازند اما ده سال پیش شرایط زندگی رابینز اصلا تعریفی نداشت در سال 2009 رابینز 41 ساله بیکار بود و الکل اعتیاد داشت و نمیدانست که چگونه باید پول بدهی هایش را بدهد همچنین ازدواجش نیز در معرض خطر بود. او زندگی ملالاوری داشت و روزها را بی انگیزه یکی پس از دیگری سپری می کرد. رابین زادت داشت که دائما صبحها دکمه چرت زدن یا اسنوز زنگ هشدار را فشار دهد و روزش را هرچه دیرتر آغاز کند. یک شب هنگامی که مشغول تماشای تلویزیون بود برنامه دید که در آن پرتاب یک موشک را نمایش دادند. در آن برنامه رابینز دید که پیش از پرتاب موشک از پنج تا یک شمرده می شود و سپس موشک سفر خود را آغاز می کند. در آن لحظه جرقه قانون پنج ثانیه در ذهن رابینز زده شد. رابینز که از وضع آشفته ی زندگیش خسته شده بود زنگ هشدار را برای ساعت شش صبح تنظیم کرد. او تصمیم گرفت به جای فشردن دکمه چرت زدن آرام از پنج تا یک بشمرد و بلافاصله از تخت بیرون بیاید و روزش را آغاز کند. صبح روز بعد هنگامی که صدای زنگ هشدار را شنید به جای اینکه به خوابیدن ادامه دهد آرام پیش خود شمرد پنج، چهار، سه، دو، یک و در دم از رویش بلند شد. هوا سرد و همه جا تاریک بود با این حال رابینز برخلاف همیشه به جای اینکه به احساسش توجه کند و بدون فکر اضافه فقط کاری را که باید انجام میشد انجام داد و از جا برخاست و این گونه بود که قانون پنج ثانیه شکل گرفت قانون پنج ثانیه از این قرار است لحظه ای که ایده انجام کاری به ذهنتان می رسد از پنج تا یک بشمرید و بلافاصله دست به کار شوید وگرنه مغزتان شما را منصرف خواهد کرد. اما چرا باید از پنج تا یک بشمارید؟ این عمل ساده نگرانی ها و ترس ها را از ذهنتان دور می کند. تمایل به لذات آنی را میکاهد و توجهتان را به کاری که باید انجام دهید معطوف می سازد. با انجام مداوم این کار کم کم می توانید زندگیتان را تغییر دهید و عادات جدید و بهتری را برای خود ایجاد کنید. رابینز پس از آن روز سرنوشت ساز همه جا قانون جدیدش را به کار گرفت. برای مثال به کمک این قانون دوباره ورزش کردن را از سر گرفت و بالاخره پشت کامپیوتر نشست و رزومش را ویرایش کرد. یکی از بحانه های شایع برای اهمال این است که افراد در انتظار منبع الهام و انگیزه هستند و تا حس و حال انجام کاری را نداشته باشند آن را به تعویق می اندازند. قانون پنج ثانیه برای این دسته از افراد بسیار کارآمد است. در روانشناسی مفهومی به نام منبع کنترل یا لوکس آف کنترل وجود دارد که در سال 1954 روانشناسی به نام جولیان راتران را مطرح کرد. بر اساس این مفهوم هر چه شما بیشتر باور داشته باشید که کنترل زندگی، کارها و آیندهتان را در دست دارید، خوشنودتر و موفقتر خواهید بود. در واقع کسانی که برای انجام کارهایشان منتظر مداخله خارجی نیستند و به بهانه نداشتن انگیزه کارهایشان را عقب نمی اندازند موفق تر عمل می کنند. بسیاری از بزرگان به ما گفتند که باید فرصتها را دریابیم و از آنها قفلت نکنیم اما توصیه بهتر این است که کنترل زندگیمان را به دست بگیریم و خودمان فرصت ها فرین می کنیم. ما همیشه میخواهیم برای انجام کارهایمان احساس آمادگی کنیم و آنگاه دست به کار شویم اما حقیقت تلخ این است که ما هیچگاه حس انجام کارهایمان را نخواهیم داشت و انتظار برای داشتن انگیزه و رسیدن لحظه مناسب نتیجه جز احمال کاری در بر ندارد. بنابراین ما باید کنترل زندگیمان را به دست بگیریم خودمان را حل بدهیم و مجبور کنیم که در یک لحظه مشغول به کار شویم. قانون پنج ثانیه دقیقا به درد همین کار میخورد. در بوکلایت بعد بیان می کنیم که چگونه قانون پنج ثانیه شهامت درونیتان را به شما باز می و کمک می ترس را کنار بگذارید. بوکلایت شماره دو بازیابی شهامت درونی با قانون پنج ثانیه در بوکلایت قبل با قانون پنج ثانیه و نحوه شکلگیری آن آشنا شدید. در این بوکلایت درباره استفاده از قانون پنج ثانیه برای بازیابی شهامت درونی خود صحبت می کنیم. در سال 1955 در یک شب زمستانی روزا پارکس که زنی سیاه پوست بود برای صندلی یک اتوبوس شهری نشست و حاضر نشد جایش را به مردی سفید پوست بدهد. این عمل کوچک اما شجاعانه او لحظه کلیدی در جنبش حقوق مدنی بود. کارهای روزا پارکس منجر به تصمیم کوچکی شد که تغییری اساسی در تاریخ بشریت ایجاد کرد. چهار روز پس از آن ماجرا و دستگیری پارکس مردم استفاده از اتوبوس‌ها را که در آنها تفکیک نژادی برقرار بود تحریم کردند و مردی 26 ساله را به عنوان مبلغ و رهبر اعتراضات خود برگزیدند و او پیشنهاد آنها را پذیرفت آن شخص بعدها در خاطرات خود نوشت همه چیز آنقدر سریع اتفاق افتاد که فرصتی برای تفکر و ارزیابی شرایط نداشتم احتمالا اگر به من زمانی برای فکر کردن داده میشد از رهبری اعتراضات سر باز می زدم. آن مرد 26 ساله کسی نبود جز مارتین لوتر کینگ جونیور. پارکس و کینگ در زندگی روزمره خود افراد شجاعی نبودند و مبارزه با بیعدالتی در سرشت آنها نبود. اما دقیقا همین کار را انجام دادند. هر دوی آنها لحظه ای احساس کردند که باورها و اهدافشان با سرشتشان همخوان نیست و بدون آنکه به ترسها و تردیدهایشان میدان بدهند شهامت درونیشان را باز یافتند و دست به عمل زدند. این مثال به ما نشان میدهد که لزوما برای تغییرات بزرگ نیازی به کارهای خارقلاده نیست. قانون پنج ثانیه نیز دقیقا به همین علت مؤثر است. شمردن از پنج تا یک تغییر بزرگی در زندگی ما ایجاد نمی کند اما به اندازه کافی ما را به سمت شجاع بودن حل می دهد. اغلب افراد به آنها میگوید که از خطر دور بمانند و شهامت به خرج ندهند اما قانون پنج زانیه به ما کمک می کند تا به مغزمان اجازه ندهیم ترس و تردید به جانمان بیاندازد و در نتیجه بتوانیم در زندگی فرصتهای های بی بی‌نظیری را برای خود ایجاد کنیم هر روز که از خواب بیدار می شویم شانسی دوباره داریم تا در مسیر شکوفایی خود قدم برداریم یا به همان زندگی معمولی و ملالاورمان بچسبیم برابر این اگر می خواهید زندگی ای داشته باشید باید انتخاب کنید که روال پیشینتان را کنار بگذارید و در عرض پنج ثانیه خود را به بیرون از منطقه امنتان پرتاب کنید افراد بزرگ و تأثیر گذار در طول تاریخ هیچ فرقی با ما نداشتند. روزا پارکس زنی خجالتی و درونگرا بود و مارتین لوترکینگ به توانایی های خود شک داشت. با این حال هر دوی آنها شهامت درونیشان را یافتند و ترسهایشان را کنار زدند و این کاری است که همه ما باید انجام دهیم. در بوکلایت بعد خواهیم گفت که چرا هیچگاه زمان مناسب برای انجام کاری فرا نمیرسد و نباید برای تحقق رؤیاهایتان بیش از این صبر کنید. بوکلایت شماره 3 اکنون بهترین زمان برای اقدام در بوکلایت قبل گفتیم که می توانیم به کمک عملی ساده مانند شمردن از 5 تا یک تغییرات بزرگی ایجاد کنیم و با کنار گذاشتن ترس هایمان در مسیر شکوفایی قدم برداریم بسیاری از ما هنگامی که اندیشه یک کاری به ذهنمان خطور می کند بلافاصله آن را کنار می زنیم به خود می گوییم که اکنون زمان مناسبی برای انجام این نیست و به وقتش حتما آن را انجام می دهیم در نهایت کل زندگیمان را در انتظار رسیدن لحظه مناسب هدر می دهیم. به جای این کار باید به هر لحظه به چشم لحظه مناسب نگاه کنیم. همان لحظه ای که همیشه منتظرش بوده ایم. قانون پنج ثانیه در اینجا نیز به کمک ما می آید. به کمک قانون پنج ثانیه می توانید کارهایی را که همیشه به تعویق می انداختید انجام دهید. ایدهای برای طرح در جلسه کاریتان دارید بلافاصله دست بلند کنید و هر آنچه را که از ذهنتان میگذرد بیان کنید میخواهید حس خوبی به کسی منتقل کنید همان لحظه از او تعریف و تمجید کنید هیچ کس آرزو ندارد که زندگیش را به بتالت بگذراند اما در عمل کل عمرمان را در انتظار لحظه مناسب هدر می دهیم غافل از آنکه هیچگاه فرا نمی رسد. نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد که 85 درصد از کارمندان نظر و بازخوردشان را به مدیر خود نمی‌گویند زیرا لحظه مناسبش هنوز فرا نرسیده است این مسئله تنها گریبانگیر افراد معمولی نیست حتی مستعدترین افراد نیز چشم انتظار لحظه مناسب می‌مانند و برای اینکه دست به عمل بزنند نیاز به حل و اجبار دارند برای مثال استیو وزنیاک از بنیانگذاران اپل را در نظر بگیرید انگامی که در سال 1977 او و استیو جابز پیشنهاد سرمایه گذاری برای شروع کسب و کار خود را دریافت کردند وزنیاک دچار شک و تردید شد او نگران از دست دادن کار فعلیش بود و میخواست دست نگه دارد تا لحظه مناسب آغاز کسب و کارشان فرا برسد خوشبختانه دوستانش او را قانع کردند که ریسک کار را بپذیرد و پیشنهاد سرمایه گذاری را قبول کند. دنیا به کسانی که دست از بازی انتظار برمیدارند و فورا تصمیماتشان را عملی می کنند پاداش می دهد و وزنیاک قطعا از این پاداش بهرهمند شد. بیاد داشته باشید که لحظه مناسب هیچگاه فرا نمی رسد و تنها بهانه ای برای فرصت سوزی است. پس دست از این انتظار بیهوده بردارید و بشمارید. پنج چهار سه دو یک همین حالا زمان تلاش برای رؤیاهایتان است در بوکلایت بعد درباره نکته مهمی صحبت می کنیم که از این قرار است شما نمی توانید احساساتتان را کنترل کنید اما همیشه می توانید اقداماتتان را کنترل کنید بوکلایت شماره چهار توانایی کنترل اقدامات در بوکلایت قبل گفتیم که بهترین زمان برای انجام هر کاری لحظه حال است و لحظه مناسب افسانه بیش نیست. در این بوکلایت می خواهیم درباره کنترل اعمال خود صحبت کنیم. در نگاه بسیاری از افراد ورزشکاران منبع الهام و انگیزه هستند. زیرا آنها به عینه نشان می دهند که اگر کسی تلاش کند و به شدت از بدن و ذهنش کار بکشد میتواند تواند غیر ممکنها را ممکن کند. بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای به چشم افراد معمولی ابر انسان به نظر می آیند زیرا آنها محدودیت های جسمی معمول را کنار زدند و بدنی خارق العاده دارند اما رازی ساده پشت بدنهای نیرومند ورزشکاران نهفته است آنها حتی زمانی که بسیار خسته هستند و از نفس افتاده فرای احساسشان می و به ورزش و تمرین ادامه می دهند. آنها میدانند که احساسات غیر قابل کنترل هستند و میآیند و میروند و بهترین کار این است که آنها را نادیده بگیرند به خصوص زمانی که برای هدف خاصی تلاش می کنند این نکته می تواند در زندگی ما بسیار اثر بخش باشد زیرا اکثر ما نه بر اساس منطق مبتنی بر هدف که بر اساس احساساتمان تصمیم می گیریم. طبق اظهارات عصبشناسی به نام آنتونیو داماسیو ما 95 درصد از تصمیماتمان را بر اساس احساساتمان میگیریم. در واقع به جای آنکه ما فکر و سپس عمل کنیم احساس می کنیم و پس از آن دست به عمل می زنیم. داماسیو در تحقیقات خود افرادی را که آسیب مغزی دیده بودند مورد مطالعه قرار داد. این افراد قادر به تجربه احساسات و عواطف نبودند. نتیجه تحقیقات او نشان داد که اگرچه این افراد می توانستند مزایا و معایب گزینه‌های مختلف را تعیین کنند، اما توانایی تصمیم گیری نداشتند. داماسیو به این نتیجه رسید که انسانها ماشین های احساساتی هستند که فکر می کنند. نه ماشین های متفکری که احساس می کنند. اکنون که میدانید چقدر احساساتتان بر تصمیم گیری هایتان مؤثر هستند می توانید از قانون پنج ثانیه برای گرفتن تصمیم های بهتر استفاده کنید اجازه ندهید که احساساتی چون ترس و نگرانی شما را از دستیابی به رؤیاهایتان باز دارند شما نمی توانید احساساتتان را کنترل کنید اما بر اعمالتان کنترل دارید بنابراین هنگامی که احساس ترس یا نگرانی به سراغتان میآید از قانون پنج ثانیه استفاده کنید تا بتوانید تصمیمی بگیرید و کاری را انجام دهید که شما را به هدفتان نزدیکتر می کند. به این کار مداخله روانشناسانه یا Psychological Intervention میگویند. در واقع شما ابتدا رفتار و اعمالتان را تغییر می دهید و از این طریق احساساتتان تغییر می کند. قانون پنج ثانیه دقیقا چنین هدفی دارد. قانون پنج ثانیه رفتارتان را تغییر و به شما شهامت می دهد تا موانع روانشناختی که بر سر راه موفقیتتان قرار دارند را کنار بزنید. در بوکلایت بعد درباره مبارزه با اهمال کاری به کمک قانون پنج ثانیه صحبت می کنیم. بوکلایت شماره پنج مبارزه با اهمال کاری به کمک قانون پنج ثانیه همه ما اهمال را تجربه کرده ایم. هنگامی که باید کاری مهم را انجام دهیم با خود میگوییم هنوز وقت داریم و در عوض مشغول تماشای سریال محبوبمان می‌شویم. دنیای مدرن با تکنولوژی پیشرفتش بر میزان اهمال ما افسوده است. ابزارهایی که برای افزایش بهرهوری طراحی شدند اغلب حواسمان را پرت می کنند و توانایی اهمال ما را به شدت افزایش می دهند. به طور کلی دو نوع اهمال کاری داریم. یک احمالکاری سازنده که در فرگند هر کار نوآورانه و خلاقانه ای مورد نیاز است و شما نیاز دارید که میان کارتان اندکی وقفه بیاندازید تا ایده های بهتری به ذهنتان برسد دو احمالکاری مخرب که زمانی رخ می که شما انجام کاری را به تعویق میاندازید با اینکه می دانید عواقب بدی در انتظارتان خواهد بود قانون پنج ثانیه راه حلی عالی برای شکست احمالکاری مخرب است پیش از این متخصصان در این باور بودند که اهمال کاری نتیجه مدیریت زمان بد و نداشتن اراده و نظم است اما اکنون به اثبات رسیده است که اهمال کاری فقط به رخوت و تنبلی مربوط نمی شود و از عوارض نحوه برخورد ما با استرس نیز هست تیموتی پیچیل استاد روانشناسی دانشگاه کارلتون سالها درباره اهمالکاری تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده است که اهمالکاری نتیجه میل شدید ناخودآگاه ما به لذات آنی است اهمالکاری خیلی سریع و البته به صورت موقت از استرس و نگرانی های ما میکاهد و به همین خاطر است که اینقدر به آن علاقه داریم ما اغلب زندگی های پر استرسی داریم و استرس را در جنبه های گوناگون زندگی تجربه می کنیم. برای مثال موعد تحویل کاری فرا رسیده است. بریکی های مالی روی دوشمان سنگینی می کند یا رابطه ای من با همسر و فرزندانمان دچار مشکل شده است و همه اینها سبب می شود که استرس شدیدی را تجربه کنیم و به دنبال راه حلی برای فرار از آن باشیم. و راحت ترین راه حلی که برای فرار از استرس سراغ داریم اهمال کاری است. گرچه میدانیم موقتی است و فایده ی چندانی ندارد بیایید به جای فرار از استرس به کمک اهمال کاری از قانون پنج ثانیه برای فرار از اهمال یا بهتر است بگوییم برای مبارزه و شکست آن استفاده کنید و عادت بد اهمال کاری را با عادت خوب استفاده از قانون پنج ثانیه جایگزین کنید از آنجایی که بهترین روش برای تکمیل یک کار شروع بیچون و چرا یان است هر لحظه که وسوسه احمالکاری به جانتان افتاد از قانون پنج ثانیه استفاده کنید و کار مهمی را که باید به انجام برسانید آغاز کنید معمولا کسانی که عادت به احمالکاری دارند احساس می کنند کنترل زندگی از دستشان خارج شده است استفاده از قانون پنج ثانیه برای شکست احمالکاری کنترل زندگیتان را نیز به شما برمیگرداند در بوکلایت بعد درباره استفاده از قانون پنج ثانیه برای رفع نگرانی ها صحبت می کنیم. بوکلایت شماره 6 جایگزینی نگرانی با شکرگزاری نگرانی از جمله احساساتی است که همراه همیشگی ماست و به راحتی دچارش میشویم. علت این موضوع نیز کاملا مشخص است والدین همیشه نگران ما از کودکی به ما یاد دادند که ما نیز دائما نگران باشیم مراقب باش و لباس گرم به پوش وگرنه سرما میخوری نمونه جملات متداولی هستند که همواره از والدینمان شنیده ایم. در نتیجه ما نیز در بزرگسالی زمان زیادی را صرف نگرانی درباره موضوعاتی میکنیم که از کنترلمان خارج هستند جالب است که بعدها حسرت زمانهایی را میخوریم که با نگرانی درباره مسائل جزئی و بی اهمیت تلف کرده ایم. دکتر کارل پلمر استاد دانشگاه کرنل، بیش از ده سال را صرف گفتگو با 1200 شهروند سالمند آمریکایی درباره معنای زندگی کرده است نکته جالبی که در این گفتگوها توجه پیلمر را جلب کرد این بود که اغلب آنها حسرت زمانی را میخورند که صرف نگرانی کردند. زندگی با ارزشتر از این است که بخواهید آن را با ترس و استراب سپری کنید. بنابراین از قانون پنج ثانیه استفاده کنید و بدون آنکه ثانیه دیگری را با نگرانی هدر بدهید کنترل زندگیتان را به دست گیرید و از لحظات زندگیتان به بهترین نحو بهره ببرید. احوالتان را زیر نظر داشته باشید و لحظه ای که احساس می کنید نگرانی به ذهنتان رسوخ کرده است با آرامش از پنج تا یک بشمارید تا کنترلتان را بازیابید. در چنین لحظه ای از خود دو سوال بپرسید. یک در این لحظه قدردان چه چیزی هستم؟ و دو می خواهم از این لحظه چه خاطره ای به یادگار داشته باشم؟ پاسخ به این سالها تمرکزتان را از نگرانی ها به سمت جنبه های مثبت زندگیتان معطوف می کند. بخش های با ارزش و مهم زندگی که به خاطرشان شکرگزار هستید. قطعا شما نیز در زندگیتان مواردی نظیر روابط با ارزش و کارهای مهم و هدفمند دارید که می به کمک قانون پنج ثانیه آنها را به خود یادآوری کنید و ذهنتان را از نگرانی ها پاک کنید. به یاد داشته باشید که در زندگی چیزهایی که به خاطرشان شکرگزار هستید از آنهایی که مسبب نگرانی هستند بیشترند و کافی است که در لحظه بروز نگرانی به خود یادآوری کنید که چه چیزهای با در زندگی دارید. عادات، طرز فکر و ویژگی‌های شخصیتی شما قابل تغییر هستند. تنها کافی است که بدانید چگونه می توانید آنها را تغییر دهید تا زندگیتان را از همه نظر بهبود بخشید. قانون پنج ثانیه ابزاری ساده و در عین حال کارآمد است که به شما در فرایند تغییرتان کمک می کند. پیشفرز مغز شما این است که تغییر به خاطر ماهیت ناشناخته که دارد خوب نیست و با ترفندهای گوناگون شما را از تغییر زندگیتان منصرف می کند. بنابراین هر دفعه که با ایده روبرو می شوید به مغزتان فرصت واکنش ندهید و در 5 ثانیه تصمیم بگیرید که ایدهتان را عملی کنید. به کمک این قانون می توانید خود و زندگیتان را بازتعریف کنید، احساساتتان را تغییر دهید و کنترل زندگیتان را به دست گیرید. پس منتظر چه هستید؟ پنج، چهار، سه، دو، یک شروع کنید پیشنهاد کاربردی احساس استراب را به هیجان تبدیل کنید هنگامی که در مورد چیزی مانند یک مصاحبه کاری یا سخنرانی در جمع استراب دارید سعی نکنید احساساتتان را کنترل و خود را آرام کنید در عوض به خود بگویید که برای انجام آن کار هیجان دارید استراب نوعی برانگیختگی فیزیولوژیکی است که می توانید آن را به حسی مثبت تبدیل کنید و اجازه ندهید شما را از پا بیاندازد. هنگامی که به خود می گویید که هیجان زده هستید، جایگزینی مثبت برای استراب ارائه می کنید و در نتیجه می توانید کنترل اوضاع را به دست بگیرید. پیشنهاد مطالعه بیشتر کتاب شیوه سامان دادن کارها نوشته دیوید آلن دیوید آلن در کتاب شیوه سامان دادن کارها سیستم بهرهوری معروفش را معرفی می کند. این سیستم به افراد کمک می کند تا بتوانند با اطمینان خاطر چندین پروژه را با هم مدیریت اهدافشان را به روشنی مشخص و اوضاع را کنترل کنند. مدیاکده مرجع کامل کتاب صوتی روز دنیا اگر از این سب ویدیو خوشتون میاد لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله کنار آن رو فشار دهید